به ریاکشن خوش اومدین. اول برنامه ریاکشن قراره که راجع به موضوع حساس و مهم حق به طلاق صحبت بکنیم. برای اینکه بیننده‌های تی وی پلاس هم در جریان قرار بگیرن، در سمت راست میدان مخالفین حق طلاق برای خانم‌ها و در سمت چپ موافقین حق طلاق که در واقع در اختیار خانم‌ها باشه قرار گرفتن و قراره که موضوع حساس و جذابی با هم مطرح بکنیم. هر نفر لطفاً خارج از هر گونه احساساتی شدن و خیلی با استدلال‌های منطقی صحبتاشو شروع بکنه و شما به عنوان مخالف بفرمایید. من اعتقاد دارم که قبح طلاق واسه خانم‌ها شکسته شده. فکر می‌کنین چرا اینجوری شده؟ یعنی خانم‌ها دنبال چی هستن؟ برای جدا شدن. حالا من خانم نیستم که بدونم دنبال چی هستن. من میگم که کف جامعه ببینید کف جامعه خودت. خیلی راحت بهتون بگم یه خانم الان بک‌گراند ذهنیش اینه که من میام میشه گفت یا نه، من تا سر خیابون که میرم تو نباشی 10 تا مورد دیگه هست. حق طلاق رو نمیدم برای اینکه خانم ها احساسی هستند، خسته میشن به نظر من و خیلی سریع میخوان جدا بشن. اگر قراره یه زندگی از هم بپاشه، هم میتونه از طرف مرد باشه هم میتونه از طرف خانم ها باشه، درسته؟ وقتی میری خواستگاری دو طرف موافق همو میخوان و ازدواج صورت میپذیره، درسته؟ این وسط یکی یه خطایی میکنه، حالا چه آقا باشه چه خانم. خب اگر تقصیر از آقاست، من اینو دیدم حمید جان، یه خانم 9 سال در انتظار طلاقه ولی نمیتونه نمیده. چرا باید 9 سال به پای یک کسی بمونه که جلو چشش داره خیانت میکنه؟ اون خانم هم هیچ کاری نکرده، نمیتونه. خانم ها تو ایران یه اهرام فشاری دارن به اسم مهریه که هر موقع بخوان از طریق اون میتونن مرد رو تحت فشار قرار بدن و به عناوین مختلف. متاسفانه الان تو جامعه فعلی اگه بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم، این یک کار خیلی دیگه شغل شده به نظر من. و اگه بخوایم حق طلاق هم به خانم بدیم، یعنی اون مرد دیگه یه آدم عاجزیه که باید فرمان بردار زن باشه. مهریه که قرب ندارم چه، حالا میگن گرفتنی هست، اما ببینیم من خودم الان چندین تا کیس، من دو تا از صمیمی‌ترین رفیقهای خود من درگیر همین، هنوز که هنوز در 3 تا درگیر دادن مهریه هستن. شما طرف شب خوابیده صبح بلند شده احضاری از در دادگاه اومده دم در منزلش، آخر سرم زنه طلاق گرفته 3 سال پیش، زنم رفته خارج از کشور وکالت داده به خواهرش، داره هر ماه داره یه سکش هم داره میگیره. واسه میکنم این که میگن مهریه رو کی داده کی گرفته، از قدیم رواج بوده ولی همه دادن همه هم گرفتن، اینو هممون هم قبول داریم، درسته؟ ما چرا صورت مسئله رو شماها دارین پاک میکنید؟ میگه که آقا زن احساسیه. زن اگر احساسی بود جزء مدیرای جامعه ما الان زنای ما نبودن. اون زمانی زنو احساسی میدونستن که برمیگرده به 1400 سال پیش، زنا تو خونه مینشستن، آقایون قدرت مالی باهاشون بود در جواب شما، خانوما هم تو خونه بودن. اون موقع اومدن اجازه میذاریم دیگه. اون موقع اومدن چیکار کردن؟ گفتن حق طلاق برای مرده. من میگم چرا طلاق مشروط به 14 تا بند برای خانوم ها، مطلق برای آقایون، درسته؟ بله. حالا من دارم میگم ما یه بندی داریم به اسم 15 هم. این بند 15 هم نوشته نشده تو اون بندای ما. ببین تو خود سند ازدواج علاوه بر اون 12 بند، خب یه شروط ضمن عقدی وجود داره که شما میتونی یه سری شروط رو اونجا بنویسید. اصلا تو عقد نامه میتونی بنویسید. یه خانم میتونه چیکار شما بفهمید؟ مثلا یه خانم، ببخشید، یه خانومی کتک میخوره ولی وقتی میره پیش مراجع قضایی میخواد بگه که من کتک خوردم جز به اون 14 تا بنده، میگه برو شاهد بیار اثبات کن یه چنین چیزی و بعد بفرستمت بری دنبال مراحل بعدی. یه آقایی میگیره میکشه میزنه، میدونه چجوری بزنه یه آقا که جاش نمونه که ایشون بخواد به پزشک قانونی مراجعه کنه بعد به مراجع قضایی بره. بوده نه داریم ما نه یه چنین آخه داریم. از هزار سال پیش مطرح کردین، همون 1400 سال پیش جنگیدن رو به عهده مرد گذاشتن،
خرجی خونه رو به عهده مرد گذاشتن، باسه. حق مسکن رو به عهده مرد گذاشتن. نه فقط به عهده بوده. اینا رو شما تو این 1400 سال خانم هم هیچ مشکلی با اینا نداشتن. بعد همون یه دونه مهریه رو مشکل دارن. جوابتونو بدم، تو 1400 سال پیش که الان بحثشو کشوندین، میتونم بگم که اون موقع مرد سالاری بوده، مرد جنس برتر بوده. بذارید من بگم. حالا خدا شده من الان بهش ایمان آوردم، یعنی ایمانم بیشتر شد. 1400 سال پیش امروز دیده بوده که حق طلاق دادن. میدونید چرا؟ چه تازه اون موقع زن مستقل نبوده، دستش تو جیبش نبوده، کار نمی‌کرده. یعنی تو میگی خانمایی که مستقلن زورشون نمی‌چربه. احتمال بله احتمال جدا شدنشون بیشتره. یعنی در واقع شما میگین که خانم‌ها ترجیحاً کار نکنن. نه من نمی‌گم، من خودم موافق کار کردن خانم‌ها هستم. استقلال خانم‌ها رو دوست دارم. مالی داشته باشه به راحتی به طلاق تم میده. آره دیگه، مهریه هم نمی‌خواد دیگه، خودم داشته باشه و حقم که داشته باشه خیلی راحت یه زندگی رو می‌پاچه از هم. ببین یه زندگی بین زوجین از هم پاچیده بشه، بحث دو تا آدم نیستش که، بحث دو تا خانواده است. اگر فرزند وجود داشته باشه بحث فرزنده. خب و اینکه دوستمون میگن که چرا میگن خانم ها احساسیان، بله خانم ها احساسیان. ببین آقایون صبورن، خب آقایون یه قدرت صبر دارن، اون قدرت صبر آقایون باعث میشه که اگر خطایی میکنی، اشتباهی میکنی، هر حرکتی که انجام میدی تو زن وجود داره، ببین داره ولی درصد بالا پایین داره. خب ببین همونطوری که فیزیک بدن زن و مرد فرق میکنه، منطقش هم فهم میکنه، روحیاتش هم فهم میکنه. شما میتونی کامل بگی یه زن احساسیه و کامل بگی یه مرد. نه نه ما داریم، یه نکته رو ایشون میخوام بگم. من فکر کنم بحث یه خورده داره منحرف میشه، چون از حق طلاق اومدیم به مهریه رسیدیم و بعد به یه سری عامل حق طلاق مهریه. خب شما مهریه رو به عنوان خانم حق طلاق داشته باشین ولی مهریه رو نخواین. ببینید من همیشه حرفم اولا در مورد احساسات من توضیح بدم. اگر انسانی چه با نام مرد چه با نام زن، از جنس زن یا جنس مرد، اگر احساس نداره انسان نیست. احساسات نوعش فهم کنه، موضوع کنترل احساسات. اجازه بدین این بحث احساسی بودن خانم‌ها که دائم مطرح میشه، دلیلش برای اینه که آقایون از این قسمت دارن سوء استفاده میکنن و همش میگن یه زن نمیتونه قاضی باشه چون احساسیه، یه زن نمیتونه حق طلاق داشته باشه چون احساسیه، یه زن خیلی از حقوق نباید داشته باشه چون احساسیه. اما جایی که مادر باید باشه زنه، جایی که باید خونه رو حفظ کنه زنه، جایی که باید خونه مادر رو گرم نگه داره زنه. بحث حق طلاق یا مهریه جفتش حقه. من همیشه میگم این قسمتی که اسم حق میاد وسط و طرف زن میشه مهریه، طرف مرد میشه حق طلاق، اینا باعث این ابزارایی شدن در واقع برای از هم پاشیدن یه زندگی، بهانه برای از هم پاشیدن یه زندگی. اگر اون آقا حتی مهریه‌ای نداشته باشه، اون نده به خانومش، یعنی به چیزی به عنوان مهریه در نظر گرفته نشده باشه برای یه زن، و اون مرد خواد از حق طلاق هم سوء استفاده کنه و زن آزار بده، زن در نهایت چیکار میکنه؟ کانون خانواده به جای اینکه گرم باشه انقدر داغونش میکنه که هم بچه ها آسیب میبینن، هم مرد آسیب، در نهایت منجر میشه به ناهنجاری های جامعه. اصلا خود شما اول صحبتتون گفتین ازدواج یه قرارداده دیگه، بله، شبیه معامله است، اینو قبول دارین؟ بله، و دقیقاً دو طرف احرام فشار دارن با هم، دو طرف باید حقوق مساوی داشته باشن. نه من میتونم خب یه بخشی جواب ایشونو بدم. الان ما مهریه رو دست خانم داریم، حق طلاق دست آقا داریم دیگه، این میشه معامله دیگه.